امروز سیزدهم مهرماه برابر با پنجم اکتبر به مناسبت بزرگداشت روز جهانی معلم جمعی از فعالان سنفی معلمان و شماری از فرنگیان بازنشسته به همراه خانواده معلمان زندانی در بوستان گفتگوی تهران گرد هم آمدند تا یاد معلمانی را که در راه تحقق مطالبات سنفی این در زندان به سر میبرند گرامی دارند شهرام بهرامی در گزارش خود مروری کرده است بر وضعیت معلمان در بند در ایران اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مهمترین اتهامات معلمانی است که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به سر میبرند. اگرچه آنها به خاطر خواسته های سنفی خود و در تجمعات مسالمت آمیز دستگیر و به این اتهامات سنگین متهم شدهاند. اسلامی محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون سنفی معلمان استان تهران، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون سنفی معلمان تهران، اسماعیل عبدی دبیر کانون سنفی معلمان تهران، محمد سانی معلم مدارس استثنایی در بوشهر، روح الله مردانی معلم و دانشجوی دانشگاه تهران، بختیار عارفی معلم سردشتی و چندین معلم دیگر آموزگارانی هستند که به جای کلاس درس و آموزش آینده سازان ایران دیوارهای محصور زندان را تجربه می‌کنند. کنند. خواسته های آنان آموزش رایگان و همگانی برای فرزندان ایران، حذف مدارسی که موجب طبقاتی شدن آموزش می‌شود، افزایش دستمزد معلمان، تخصیص بودجه عادلانه در آموزش و پرورش و توجه به تحصیل کودکان پناهنده از دیگر کشورها بوده است. اما همین خواسته ها بسیاری از این فعالان سنفی را در بدترین شرایط در گوشه زندان حبس کرده است. دو تن از معلمانی که در همین گزارش به آنها اشاره شد امروز به مناسبت روز جهانی معلم نامه ای را از داخل زندان منتشر کردن شهرام بهرامی همراه ماست تا در مورد این نامه بیشتر توضیح بده شهرام افشار اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی دو معلم زندانی در اوین امروز نامه منتشر کردن که خب من چکیده ای از اون نامه را براتون نقل میکنم حالا این دو ضمن تبریک روز جهانی معلم نوشتن معلمان در اکثر نقاط دنیا این روزا رو در حالی جشن میگیرن که در بخش‌های دیگه دنیا معلمان عدالتخواه به بند کشیده شدن فعالان سنفی معلمان و کارگران ایران حق برگزاری مجامع و تجمع آزاد و مستقل رو ندارند و هر گونه تلاشی در این راستا با خطر اخراج از کار، تهدید، بازداشت و زندانی شدن مواجه میشه آقایان عبدی و بهشتی لنگرودی در نامه خودشون همچنین اشاره کردن به همه مطالبات پایه‌ای معلمان و در ادامه آوردن که اتحاد معلمان و تشکل‌های متفاوت معلمان سراسر سر جهان برای رسیدن به آموزش و پرورشی مستقل و آزاد امری مهم و ضروری است البته افشار تعداد معلمان زندانی در ایران بیش از اون چیزیه که من در گزارش خودم ازشون نام بردم و خیلی از اونها گمنام در گوشه زندان به سر میبرند. سپاس از تو شهرام بهرامی که با